به رایزنی خودش ادامه خواهد داد. دولت همواره و از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح FATF تاکید کرده. این لوایح مختص ایران هم نیست. توصیه‌هایی به کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بیشتر کشورهای جهان هم به اون ملحق شدند. قطعا مبارزه با پولشویی و تأمین مالی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی ایران هم هست. ما اعتقادی نداریم که مثال‌های بسیار ساده‌ای می‌زنن که اصلا اینها در دل این FATF یا پالرمو یا امثال این وجود نداره. من فکر میکنم دلایلی که تا حالا مطالعه شده در این زمینه دلایلی نیست که ما به خاطر اون خودمونو بخوایم ببریم به لیست سیاه. قطعا ما در لیست سیاه قرار میگیریم. یعنی سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل میشه. حتی کشورهای همراه با ما همراهی نخواهند کرد، اعلام کردن. نمیخوام اسم کشورها رو بیارم. اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم، وضعیتمون در انتقال پول دچار مشکل میشه. با 4 سال پیش، 3 سال پیش این وضعیت متفاوت هست و ما نپیوستن به تمام این برحال، چه FATF، چه سایر کنوانسیون هایی که الان هست و دولت مطالعه کرده منافع ملی رو درش دیده، ما نپیوستن به اینها رو مغایر منافع ملی میدونیم و امیدواریم که با همفکری که خواهیم کرد مجدد، صحبت هایی که خواهیم کرد، مانع از خود تحریمی مجدد کشورمون بشیم. باید بدونیم که این برای اقتصاد ایران عواقبی داره. این رو باید متوجهش بشیم و تبادلات تجاری ما رو فارغ از تحریم های آمریکا، سایر تبادلات تجاری ما، تبادلات مالی ما که هر تبادل تجاری باید بر اساس پایه‌های مالی صورت بگیره، رو با مشکل جدی برای مردم ما رو روبرو خواهد کرد.